آقای کریمی، بسیار سپاسگزاری میکنم که دعوت ما را قبول کردید و امروز به ما ملحق شدید. خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون که من رو دعوت کردید. خواهش میکنم. فکر کردیم نشست امروز رو اختصاص بدیم به نقش رسانه ها در پیشبرد موضوع صلح و در این حال به مفهوم کلی صلح، تفاهم و همزیستی بهتر. اگر موافق هستید با این موضوع شروع بکنیم، به خصوص چون کار شما در زمینه مسائل رسانه‌ای هست، می‌خواستم که شما در این مورد صحبت بفرمایید که شما چطور می‌بینید نقش رسانه‌ها رو در ارتباط با این موضوع. وقتی ما راجع به رسانه و صلح، صلح به اون معنی وسیعی که شما گفتید از جمله فهم جهانی صحبت می‌کنیم، طبعا اولین سوالی که به ذهنمون خطور می‌کنه اینه که رسانه چقدر می‌تونه در پیشبرد صلح مؤثر باشه. بله، سوال بدیهیه، ولی من راستش میخوام به یه شکل غیر مرسوم به این بپردازم. میخوام راجع به نقش رسانه در پیشبرد جنگ و در پیشبرد نفهم بلکه کج‌فهمی صحبت کنم. بله. وقتی روی این مکس کنیم، بله، شاید اون وقت به یه شکل دیگه از زاویه دیگه راجع به مناسبت رسانه و صلح هم به نتایج بهتری برسیم. بله. غالب اوقات شیوه های غیر مرسوم نتایجی میده که برای خود ما هم اجابه بر خواهد بود. بله. برای اینکه راجع به نقش رسانه در پیشبرد جنگ و در ارتقاء نفهم بلکه سوء تفاهم جهانی صحبت کنم، با یه مثال شروع میکنم. در 1994 میلادی در رواندا، بله، یک رادیو به نام RTLM که یه ترجمه غیر تحت لفظیش میشه گفت رادیوی هزار تپه، شاید یه مناسبتی با جغرافیای اون منطقه داشت، یه چنین رادیویی شد عامل نسل کشی. چطور؟ وقتی که شایع شد که هواپیمای رئیس جمهور که از قوم توتسی ها، قوم حاکم بود، سرنگون شده توسط نیروهای مخالف، باید بگم که رئیس جمهور از قوم هوتو بود، توسط توتسی ها سرنگون شده، وقتی چنین شایعه ای رایج شد، این رادیو اومد با اسم رمز درخت های بلند رو قطع کنید یک کمپین را انداخت برای کشتار توتسی ها. این یک رادیویی بود که ترانه‌های شاد تا اون زمان پخش می‌کرد، ولی در لابلای این ترانه‌های شاد تبلیغات ضد توتسی می‌کرد. و وقتی که شایع شد که اون هواپیمای هوتوها، نیروهای حاکم، توسط توتسی‌ها سرنگون شده، این رادیو دعوت به قتل عام توتسی‌ها کرد. جالب این که 20 سال بعد تحقیقات سازمان ملل نشون داد که هواپیما نه توسط نیروهای مخالف یعنی توتسی ها که کشتار شدن، بلکه از داخل پادگان نیروهای حاکم وفادار به رئیس جمهوری توسط یک موشکی که از داخل اون پادگان شلیک شده بود سرنگون شد. بله. این نشون میده که یک رادیوی محلی چقدر میتونه در شروع یک جنگ و نسل کشی مؤثر باشه. بعدها یک تحقیق در دانشگاه هاروارد انجام شد و بر اساس این تحقیق نتیجه گیری شد که حدود 10% از تعداد کشته های اون نسل کشی شاید نتیجه تبلیغات این رادیو بود، و آمار قابل اتکا نشون میده که حدود 800 هزار نفر در نسل کشی رواندا از بین رفتن. یعنی یک رادیو میتونه عامل کشته شدن 80 هزار نفر بشه. ممکنه بگید اگر یه رادیویی به این راحتی بتونه چه این کاری بکنه، باید یه دلیل دیگه پشتش باشه. بله، درسته. اگر اون جامعه زمینه نسل کشی نداشت، شاید چنین رادیویی چنین نقشی رو ایفا نمی‌کرد. ولی فراموش نکنیم که چنین رادیوهایی در بسترسازی برای نسل‌کشی هم فعالن، یعنی پیش از اون روزها این رادیو فعال بود، بعد از اون هم بیکار ننشست. این رادیو در بین ترانه‌های شاد حتی محل اختفای توتسی‌ها هم به سربازان حاکم می‌گفت.
گزارشگرای بی بی سی و سازمان‌های خبری دیگه میگن رایج‌ترین صحنه در اون روزها در رواندا سرباز هوتو، سرباز حاکم بود، در شرایطی که یک مسلسل به دوشش انداخته و یک رادیو به گوش سمت چپش چسبونده. رادیو رادیویی بود که برای گرفتن این ایستگاه رادیویی استفاده میشد. حالا بعد از این مثال ببینیم رسانه‌ها چطور این کارو میکنن، میتونن در پیشبرد جنگ و در ارتقاء سوء تفاهم جهانی موثر واقع بشن. من از اونجا میام یه مثال نچندان قدیمی. یک سال و اندی پیش در غزه وقتی که یک مدرسه سازمان ملل مورد اصابت نیروهای اسرائیلی قرار گرفت، افکار عمومی در جهان کاملا قطب‌بندی شد. یه عده با فلسطینی‌ها هم دردی می‌کردن، یه عده با اسرائیل. یک مؤسسه بین‌المللی در نیویورک به نام بتا ورکس اومد در اون روز مشخص داده‌های شبکه‌های اجتماعی رو بررسی کرد و به این نتیجه رسید که کسانی که یا به شکل افراطی طرف فلسطینی ها هستند یا به شکل افراطی طرف اسرائیلی هستند فقط به رسانه های خودشون گوش میدند، یعنی رسانه های تندروی اسرائیل رو افراطی های داخل اسرائیل گوش میدادند، رسانه های تندروی طرفدار فلسطینی ها رو اعراب و طرفداران آرمان فلسطینی ها. این وسط کم رسانه ای داشتیم که هر دو طرف بهش رجوع کنند. هارتس بود که این وسط ها قرار داشت و تا حدی بی بی سی. البته بی بی سی رو بیشتر طرفداران آرمان فلسطین گوش داده بودن یا نگاه کردن، ولی همونا هم علی‌رغم این ظاهرا اعتقاد داشتن که بی بی سی طرفداری میکنه از اسرائیلیا که تناقض عجیبیه. به این ترتیب میبینیم که رسانه ها به یه شکلی محصور میکنن مخاطب خودشون رو در خودشون و این محصور کردن مخاطب در درون خودشون به خصوص با ظهور شبکه‌های اجتماعی خیلی شدت گرفته. ولی احتمالاً شما سوالای دیگه دارید، من در مورد کم و کیف این توضیح بیشتر خواهم داد. خیلی ممنونم از توضیحاتی که بیان کردید. از ظاهر اینطور لاقل اعلان میشه که نقش رسانه ها، این رسانه ها یک رسالت خاصی ندارند. بله بله. و وظیفه‌شون این هستش که اخبار رو در اختیار عموم بذارن. هست در اختیار عموم. البته امروزه لاقل در امریکا رسانه ها یه نقشی پیدا کردن، به خصوص شاید با رواج پیدا کردن بیشتر اینترنت، اینها که درصد زیادی به خصوص طبقه جوان اخبار رو از اینترنت هم میگیرن. می‌بینیم که بیشتر برنامه‌های اجرا میشه که جنبه اون چیزی که میگیم کامنتری بیشتر تعبیر و تفسیر داره تا بیان اخبار اینا، و خیلی انسان باید کوشا باشه، خیلی دنبالش بگرده که اخبار بدون کامنتری رو بتونه پیدا بکنه. اما شما به این قضیه چطور نگاه می‌کنید و نقشش رو در باز پیشبرد صلح و اینا چطور می‌بینید که آیا رسالتی به عهده رسانه‌ها هست یا نیست؟ فارغ از اینکه چه رسالتی این رسانه‌ها برای خودشون می‌بینن، بله ببینیم این رسانه‌ها چطوری مورد استفاده قرار می‌گیرن. من در جواب سوال قبلیتون به نقش شبکه‌های اجتماعی رسیدم. شبکه اجتماعی چی کار می‌کنه؟ شبکه اجتماعی شما رو در ارتباط با دوستان و آشنایان خودتون و فامیل خودتون قرار میده و اینا غالبا هم فکران شما هستند. بله. و اگر رسانه‌ای مورد استفاده شماست، غالب اوقات در درون این شبکه‌های اجتماعی، حداقل در مورد نسل جوان چنینه. بله. یعنی خبرها رو از فیسبوک، از اینستاگرام، از شبکه‌های اجتماعی مشابه، از وایبر، از اینجور جاها می‌گیرن. کار شبکه اجتماعی همونجوری گفتم قرار دادن شما در ارتباط با همفکران خودتونه. به این ترتیب چه کار میکنه؟ به تعبیر زیگموند بابمن، جامعه شناس معاصر، اگر من بخوام این تعبیر رو از اون قرض بگیرم، شبکه اجتماعی یه پاسگاه مرزی درست میکنه برای شما. بله. که در درون این پاسگاه یا این پاسگاه مرزی شما با همفکران خودتون هستید. در اون ماجرای غزه کسی که برای یک شعاری یا یک گفته‌ای به به و چه چه می‌کرد،
بهبهان چهچه رو برای نظر مخالف خودش که نمیزد، لایک زدن رو برای نظر مخالف که نمیزد، برای هم فکر خودش میزد. و به این ترتیب میشه گفت در شبکه‌های اجتماعی اگر سوء تفاهمی هست، مردمی که استفاده میکنن از رسانه در درون شبکه‌های اجتماعی سوء تفاهمی همدیگر رو تشدید میکنن. حال برگردم به سوال شما، مهمتر از اینکه اون رسانه چه رسالتی برای خودش میبینه، اینه که اون رسانه آیا چیزهایی میده که پیش‌داوری‌های مخاطب رو تشدید میکنه، تقویت میکنه. یک. دوم اینکه آیا اون رسانه طوری به اصطلاح مصرف میشه، مورد استفاده قرار میگیره که در درون یک گروه، یک شبکه اجتماعی کمک میکنه به محصور شدن مخاطبان. اون سربازایی که در رواندا رادیو به گوششون میچسبوندن، اونها وقتی به اون رادیوی RTLM گوش میدادن، فکر میکنن به رادیوی خودشون گوش میدن، به رادیوی قوم دیگه که در حال قربانی شدن بود، به رادیو توتسیا کسی گوش نمیداد. این ترتیب یک رسانه میتونه خوراک بده به کسایی که میخوان چنین خوراکی رو بگیرن، و شبکه اجتماعی به دلیل اینکه محصور میکنه مخاطب رسانه رو، این روند رو تقویت میکنه. حالا من در چنین شرایطی به عنوان یک دستندرکار رسانه که نگران چنین روندیه چی کار باید بکنم؟ من باید سعی کنم همفکرها رو دور هم جمع نکنم، باید سعی کنم کسانی که مثل هم فکر میکنن رو مقابل مخاطب قرار ندم، باید کسایی رو بیارم که با هم دیگه مخالفت می‌ورزن. و این کاری که ما تو برنامه پرگار می‌کنیم، این یک در سطح برنامه. در سطح شبکه یا سازمان خبری، گمان می‌کنم اون رسانه‌هایی که سعی نمی‌کنن محصور کنن مخاطب رو، سعی می‌کنن اطلاعات رو بدن و به مخاطب واگذار کنن که با اون اطلاعات چی کار کنه، و دیگه سعی میکنن تفسیر و تحلیل‌های عجیب و غریب ندن. اگر تفسیری هم میدن، برای روشن کردن خود اون به اصطلاح فکت‌ها یا داده‌ها باشه. چنین رسانه‌هایی آینده بهتری دارن و میتونن در پیشبرد صلح کمک کنن. رسانه‌های دیگه‌ای که فقط برای مخاطبین خاصی و برای تقویت پیش‌داوری‌های اونها برنامه پخش میکنن، اینها خواه‌ناخواه به ارتقای کج‌فهمی و در نهایت به ارتقای جنگ کمک خواهند کرد. آقای کریمی، شما اشاره کردید به در واقع نقش این رسانه‌های اجتماعی، سوشال میدیا، شبکه‌های اجتماعی اشاره فرمودید. خب یه چیزی که خیلی متداول شده و حتی تکنولوژیست‌ها معتقدن که خیلی از تکنولوژی دیگه داره جایگزین میشه به وسیله موبایل، به وسیله این مثلا موبایل دیوایس، سلفون‌ها، تلفن‌های همراه، و حتی بعضیا، چون من خودم کارم در کار تکنولوژی اینها هست، می‌بینم که نحوه گفتار و مارکت، کار مارکت اینها که انجام میدیم، اینها کار بازاریابی و آینده چند سال آینده چه خواهد شد، می‌بینم که اهمیت، فرض کنید، تکنولوژی، اون چیزی که میزان نیرو که صرفش میشه اینها داره کاسته میشه از مثلا اون چیزی که جنبه لپتاپ مثلا داره، یا اینها بیشتر به جنبه موبایل دیوایس داره و اپلیکیشن‌های مختلف داره، استفاده مختلف داره به وجود میاد و توسعه پیدا میکنه، چون تکنولوژی داره به اون سمت میره. بنابراین اینها هم بیشک نقش عمده‌ای در روندهای اجتماعی و از جمله مسئله صلح و تفاهم خواهند داشت. شما این نظرتون راجع به این کاملا درسته. یه رقمی بهتون بدم براتون جالب خواهد بود. در حال حاضر 2,600,000,000 تلفن هوشمند، مثل سمارت فون، دست مردم روی کره زمین، تا 2020 این رقم به 6,000,000,000 میرسه. و این 6,000,000,000 بخش اعظمشون رسانه رو از طریق تلفن هوشمند استفاده خواهند کرد ازش. اگر خبر میگیرن، تفسیر میگیرن، از طریق همون تلفن هوشمنده. یه نکته جالب قبل از اینکه به نتیجه گیری که میخوام برسم این است که بسیاری از کسانی که
با اینترنت آشنا خواهند شد، برای اولین بار در تلفن هوشمند با اینترنت آشنا خواهند شد. پیش از اون تجربه وصل شدن به اینترنت نداشتن. و تلفن هوشمند نوع خاصی از مصرف رسانه رو تشویق می‌کنه. مصرف رسانه در شبکه اجتماعی. شما اگر بخواید خبری بگیرید، غالب اوقات می‌خواید ببینید که دوستانتون چی میگن، آخرین خبرها چیه که براتون اومده و نگاه می‌کنید به فیسبوک، به اینستاگرام شخص خود شما، اگر نه کسانی که در آینده صاحب این تلفن‌های هوشمند خواهند شد. به این ترتیب تلفن هوشمند استفاده از رسانه رو در شبکه اجتماعی بیشتر تقویت خواهد کرد. و شبکه اجتماعی میدونیم بر اساس اون چیزی که من گفتم، افرادی که از تلفن هوشمند استفاده میکنن رو محصور میکنه در میان همفکران خودشون. این دوست شما این لینک رو میفرسته به اصطلاح، اون دوست شما این خبر رو میفرسته در مورد فلان واقعه، دوست دیگری یک نظری میده در مورد واقعه دیگری در ایران، و اینها دنیای خبری شما رو میسازه. پیوند تلفن هوشمند، شبکه اجتماعی و رسانه‌هایی که در دنیای پرتعصب کماکان خبرهای حاکی از، اگر نه بگم جنگ و درگیری، ولی خبرهایی که در درونشون یه نوع خاصی از سوء تفاهم نهفته است رو منتشر می‌کنن، پیوند اینها خیلی دورنمای امیدوار کننده پیش روی ما نخواهد گذاشت. البته من شخصا آدم خوشبینی هستم. اگر بگید که شبکه‌های اجتماعی کارهای دیگه هم می‌کنن که مفید، افراد رو در تعامل با هم قرار میدن، فاصله‌ها رو برمی‌دارن، قبول دارم. اگر بگید کسانی که تلفن‌های هوشمند دارن کماکان از رسانه‌های مرسوم و تکنولوژی‌های مرسوم مثل تلویزیون و رادیو هم استفاده خواهند کرد و با هم دیگه بعد از دیدن بولتن‌های خبری بحث خواهند کرد، در قهوه خانه ها، کافی شاپ ها، این بر اون بر صحبت کماکان ادامه خواهد داشت، قبول دارم همینا. ولی ما روی این بچه نگران کننده اگر یه مقدار مکس کنیم، میبینیم که حدود 6 میلیارد ساکنان کره زمین احتمالاً استفادهشون از تلفن های هوشمند در شبکه های اجتماعی برای مصرف رسانه باعث خواهد شد که کمتر با دنیای بیرون و نظرات بیرون آشنا باشن. این مایه نگرانی خواهد بود. چاره چیه؟ احتمالاً یکی از چارهایی که اندیشیده خواهد شد این است که شبکه‌های اجتماعی ارتقا پیدا خواهند کرد، متأثر از همین ضرورت که شما رو در آشنایی با کسانی که کاملاً متفاوتن قرار بدن. مثلا من شخصاً خودم از اینستاگرام استفاده می‌کنم، دوست دارم عکس ببینم. مطمئنم یک زمانی کسانی خواهند اندیشید که ما مثلا عکس هایی از شکار نهنگ در ژاپن بگذاریم که ببینه، چیزی که من الان نمیبینم چون دسترسی به اون گروه ها و شبکه های اجتماعی ندارم. اگر ما زمانی شبکه های اجتماعی رو ارتقا بدیم که به جای اینکه شما رو با همفکران، دوستان، آشناهان، همکیشان خودتون در تماس قرار بدن، با کسانی به کلی متفاوت شما رو در ارتباط قرار بدن، فکر میکنم این یکی از نقاط امیدوار کننده خواهد بود. اگر من که در لندن هستم زندگی روزمره یک فلسطینی و در این حال یک اسرائیلی در بیت المقدس رو در شبکه‌های اجتماعی باش آشنا شم، این امیدوار کننده خواهد بود. بنابراین یک منافذی هست، یک نقاط امیدوار کننده ای هست. اونطور منو تسبیح این که ما این قابلیت های تخریب کننده در تکنولوژی های جدید رو بشناسیم. 100 سال پیش هم در جایی مثل انگلیس، چون من از انگلیس برنامه پخش میکنم این مثال رو میزنم، کسی که مثلا روزنامه تلگراف میخوند با یک گاردین خان احتمالا در سراسر زندگیش روبرو نمیشد. یعنی همیشه چنین بوده که شما یک رسانه خاصی مصرف میکنید، گوش و چشمتون به روی رسانه های دیگه بسته است. ولی تکنولوژی های جدید ممکنه این رو تشدید کنن و برای این باید چاره اندیشید. و یکی از راه‌هاش همونجوری گفتم احتمالاً شبکه های اجتماعی خواهد بود که شما رو با بیرون از دنیای خودتون در تماس قرار بدن. احتمالاً نیاز به چنین شبکه‌ای ایجاد خواهد شد. کارهای دیگه هم میشه کرد. من شخصاً به رسانه‌هایی که به جای جمع‌بندی کردن تفسیر و تحلیل دادن سعی میکنن ابتدا خبر رو درست بدن خیلی احترام میگذارم. یکی از دلایلی که در بی بی سی هستم همینه. واقعا بی بی سی چه کار میکنه؟ میگه که ما اول اطلاعات درست بدیم
این قدم اول و اساسیه و بعد اگر تحلیل میدیم بر مبنای این داده های واقعی باشه و خیلی از این داده ها هم دور نریم. من شخصا در برنامه پرگار سعی نمی کنم به یک تحلیل خاصی، جنبندی خاصی، به یک نمیدونم طرح خاصی در پایان برنامه برسم. همین که اطلاعات متفاوت در اختیار بیننده و شنونده پادکست ما گذاشته میشه برای من کافیه. این اصلی ترین کاری یک رسانه میتونه بکنه. آقای کریم، بحث اتیکس، اخلاق، حالا در این عصر اطلاعات و اینها به خصوص با سرعتی که تکنولوژی داره پیشرفت میکنه و هنوز مسئولین امور، مسئولین امور تعلیم و تربیت، هر چیزی، کسانی که به هر حال به سیاست مدن و اخلاقیات و اینها توجه دارن، اصلا حتی فرصت نکردن به این مرحله تا این حد فکر بکنن و اینها و ببینن که چه باید کرد. بنابراین این امیدوار هستم که باعث نشه اون مسئله که شما حالت دو قطبی به وجود آمده که حالت پولاریزیشن که هر کسی فقط به گروه خاص خودش، به خصوص اگر که اطلاعات تا حدی استریملاین بشه، یعنی جنبه سانسور پیدا بکنه که چه مؤسسه‌ای با اینکه چه تمایلاتی داره چه مطالبی رو بیشتر بتونه از طریق اون رسانه خودش اشاع بده. اما می‌خواستم تجربه شما رو بپرسم در مورد نحوه کار شما در رسانه. شما فرمودید که هدفتون این نیستش که جمع‌بندی بکنید یا یک پیام خاصی رو بدید. پیامی که شما دارید این هستش که با آشنا کردن بینندگان و شنوندگانتون با موضع‌های مختلف به طبع یک تفاهمی به وجود بیاد نسبت و تحمل دیگری. حالا اگرم قبولش نمی‌کنیم لااقل تندم. می‌خواستم ببینم که تجربه شما با تماسایی که با شما گرفته میشه بعد از برنامه هاتون، آیا این هستش که به این مسئله کمک شده و تا چه حد، یا اینکه بیشتر افراد دفاع میکنن از موضعی که اون فردی که اونا داشتن در اون مورد صحبت کرده و دفاع کرده و در مخالفت با فرد دیگه انتقاد مثلا میکنه؟ در مورد میزان استقبال از این شیوه، این روش، این روی کرد، یعنی مقابل هم قرار دادن نظرات متفاوت، باید بگم که بیش از اون چیزی بوده که خود ما در ابتدا تصور میکردیم. 5-6 سال پیش وقتی من روی تدارک برنامه پرگار کار میکردم، با همکارانم بر این اعتقاد بودیم که این یه برنامه است که یک قشر خاصی نگاهش میکنم، برای اینکه بحثای فلسفی، بحثای عمیق اجتماعی است و شاید در حوصله بیننده معمول تلویزیون نباشه، ولی کاملا خلاف این واقع شد و معلوم شد که تصورات ما اشتباه بوده. یک دلیلش اینه که ما فهمیدیم که فارسی زبان‌ها، از اینجا میگم فارسی زبان‌ها که در افغانستان ما بسیار بیننده داریم، فهمیدیم در تاجیکستان هم داریم، در ایران و در میان جامعه مهاجر ایرانی خارج از ایران فوق‌العاده از این برنامه استقبال کردن، به دلیل اینکه چنین چیزی نبوده. یک دلیل دیگه هم داره که بسیار جالبه برای خود من، اونم این که بسیار از بحث‌های ما فلسفیه و من فهمیدم ایرانی‌ها به فلسفه علاقه ویژه‌ای دارن. چندین سال پیش وقتی یه فیلسوف به نام ریچارد رورتی وارد ایران شد، تیتر اول بسیاری از روزنامه‌های ایران این بود: رورتی وارد ایران شد. اگر شما این رو به یک انگلیسی یا یک آمریکایی بگید که یه همچین تیتری رو در روزن روز که میگن are they crazy، به قول خودشون یعنی چی، مگر این خبره؟ خب یه فیلسوف اومده، ولی نشون علاقه به خصوص نسل‌های جوان به فلسفه بود و فکر می‌کنم یکی از دلایل استقبال از برنامه ما هم همینه. این در مورد استقبال از برنامه. در جواب به سوال دیگه‌تون، اونجا جواب من چندان حاکی از خوشبینی نخواهد بود. به اصطلاح کامنت ها، یا اگر بگیم نوشته ها، نظراتی که در فیسبوک برنامه پرگار گذاشته میشه در دفاع از استدلال این یا اون مهمان برنامه، چون غالبا مهمان های برنامه پرگار تشکیل شدن از دو قطب یک طیف دیگه، نفر سوم غالبا بین این هاست، اغلب اوقات اون چه که در فیسبوک گذاشته میشه، اگر فیسبوک رو معیار قرار بدیم، حاکی از اینه که بیننده ها نگاه میکنن و بعد از اینکه نگاه میکنن در تقویت اون اندیشه، اون داوری که پیشتر داشتن، میان و به اصطلاح کامنت میزنن، یعنی نظر میزنن، نوشته میزنن، یعنی
حداقل اونها به ما نمیگه که ما خیلی زیاد تونستیم نظرات رو عوض کنیم. اما علارغم این چیزی گفتم یک تبصره‌ای هم باید قرار داد. مثال براتون بزنم، ما در ابتدای برنامه پرگار وقتی فیسبوک برنامه رو اندکی بعد از تاسیس برنامه بود، یک سال بعد از اون داشتیم، نوشته ها نظرات میشه گفت غیر مؤدبانه، اگر خیلی اصطلاح مؤدبانه ای بخوام به کار ببرم، زیاد داشتیم. الفاظ زشت زننده داشتیم تا حدود گاه بسته به موضوع، گاه تا 10% از اون نوشته ها ممکن بود زننده باشه، نه نسبت به گرداننده برنامه به من یا به بی بی سی، بسیار از اوقات نسبت به مهمانی یا نسبت به اون گروه اجتماعی که اون مهمان نمایندگی میکرد. مثلا یه برنامه داشتیم در مورد عرب های ایران، این برنامه ظرف 24 ساعت نزدیک به 1500 به اصطلاح کامنت، نظر و نوشته در فیسبوک گرفت. در اون زمان تعداد کامنت های زننده بیشتر بود، هر چه به این سمت اومدیم کمتر شده و این رو من به عینه میبینم. این نشون میده که تساهل و مدارا در فیسبوک حداقل بیشتر شده، و اگر تساهل بیشتر شده حتما میشه گفت که حدی از فهم نظر مقابل بیشتر شده. خیلی خوب، بیجرد نیست که شما خوشبین هستید نسبت به آینده. بله بله. من هم خوشبین هستم و به نوبه خودم از شما بسیار سپاسگزاری میکنم با خدمتی که به خصوص به جامعه فارسی زبان میکنید. خیلی ذی قیمت هست و نقش رسانه ها شکی نیست که میتواند بسیار مؤثر ساز باشد در ایجاد یک جامعه متفاهم و ایشان که درش دوستی و پذیرش دیگر خیلی متداول است. من هم از شما تشکر میکنم، هم از بیننده هایی که پایین برنامه می نشینند.